اربعین حکومتی آیا لشکرکشی سیاسیه یا ادامه مناسک مردمیه یا چه هست؟ شما مشاهداتتون، تجربتون و تحلیلتون چه هست؟ من سعی میکنم به سوال خانم رحیمی در سه بخش جواب بدم. ابتدا سه تا مقدمه رو عرض میکنم خیلی کوتاه، بعد به پنج نکته میپردازم و در نهایت هم سه نتیجه گیری میکنم. سعی میکنم تا 10 دقیقه هم اینا رو خدمتتون عرض کنم. و اما مقدمه ها، مقدمه اول این که آیین ها و مناسک مربوط به قیام کربلا در هر شکل و زمان بخشی از اسلام جماعت هست از نظر من، و در چارچوب آزادی ادیان باید از برگزاری اونها در چارچوب قانون و بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران دفاع کرد. یعنی این مراسم یک مراسم پذیرفته شده است، هر گونه مراسم مذهبی، نه فقط اربعین و محرم و نمیدونم مراسم افطار و انواع و اقسام این مراسم، محدود به شیعیان هم نیست، زرتشتیان، مسیحیان تبشیری، انواع و اقسام اینها میتوانند چنین مراسمی رو در معابد خودشون، در مراکز مذهبی خودشون داشته باشند. مقدمه دوم، این اصل یک اصل معقول این جهانی است که منابع عمومی و ملی نباید به برگزاری این آیین‌ها اختصاص پیدا کنه، هر گونه آیین مذهبی، چون اونها آیین‌های اختصاصی هستند، یک گروه ویژه‌ای داره ازش استفاده میکنه، امتیاز دادن به یک گروه ویژه است و اصولاً کاریز خلاف قانون، خلاف عرف. اینها باید مستقل از حکومت و دولت باشند. مداخله حکومت و دولت و شهرداری ها نه فقط غیر قانونیه، نه فقط غصب اموال عمومیه، بلکه این مراسم رو مسموم میکنه. و مقدمه سوم، این آیین ها و مناسک اگر جنبه هویتی و سیاسی و ایدئولوژیک پیدا کنن، که مراسم اربعین یکی از بارزترین اونها هست، به جای کارکرد مثبت برای جامعه مذهبی، یعنی اجتماعی شدن در چارچوب دین، التیام از درد و رنج و رابطه با امر قدسی، که اینها سه کارکرد عمده ادیان هستند، به ضد خودش تبدیل میشه. یعنی تبدیل میشه به فرقه گرایی شیعی، خود حق پنداری، خود قربانی پنداری و شخص پرستی. اینا اموری است که شما در عموم مراسم شیعیان اینها رو میبینید که میرسد به حد پرستش علی و حسین و حسن و دیگر ائمه و کاملا بسته هست، فرقه گراست، خود حق پنداره، و اینکه اینها خودشون رو مظلوم عالم میدونن. یعنی جنبه خود قربانی پنداری هم داره که خب بعد در پیامدش اینها طلبکار همه عالم هستن، همه عالم منابعش، منزلتهاش باید به اینها تخصیص پیدا کنه، چون اینها مظلوم واقع شدن کی؟ 1400 سال پیش. پنج نکته بخش دوم. نکته اول این که ایرانیان نسل جدید دارن از مذهبگرایی به ملیگرایی گذر میکنن. یه اتفاقی است که در جامعه ایران داره میفته. ایران صحنه دین گریزی و حتی دین ستیزی هست. در چنین جامعه‌ای فروش یک چهره مذهبی، حتی کشته شده در جنگ، به عنوان مظلوم و قربانی دشوار هست. نسل تازه خیلی دشوار میتونن با حسین و خاندان اهل بیت هویت یابی پیدا کنن. نکته دوم، اربعین دولتی هیچ سابقه ای در سنت های قدیمی و حتی معاصر شیعه نداره. اینکه یه عده بین الحرمین پیاده روی کنن از نجف به کربلا، همچی چیزی نبود، همچی سنتی ما نداریم. بله یه عده ممکنه 100 سال پیش، 200 سال پیش یه روز تصمیم گرفتن در یک سالی 5 نفر با هم پیاده روی کنن، مثل اینکه من و شما تصمیم میگیریم که امروز مثلا اگر در شهر نیویورک باشیم از منهتن بریج پیاده روی کنیم تا بروکلین بریج. این تبدیل به سنت نمیشه، یه کاریه یه عده‌ای در یه دوره انجام دادن. ما چنین سنتی در تاریخ شیعه نداریم، در تاریخ معاصر شیعه هم همچین سنتی رو نداریم. راهپیمایی اربعین البته در ابتدای اینکه این ماجرای جدید رو جمهوری اسلامی راه انداخت، اصولا به مسیر نجف و کربلا هم محدود نمیشد. اونا تلاش داشتن از سراسر عراق آدم جمع کنن، از بصره که 500 کیلومتر، از سامرا تلاش کردن یه گروه های را بندازن، بعد دیدن که نه، راهپیماییش غیر ممکنه، اینها رو با تور با اتوبوس راه میاندازن برای اینکه عراقی ها رو به اونجا
منتقل کنن. پیاده روی اصولا نمیتونه مبدأ قدسی برای درست کردن یک آیین تلقی بشه. مردم معمولا از یک نقطه به نقطه دیگه حرکت میکنن. نکته سوم، اربعین دولتی که در جریان هست یک حرکت 100% سیاسی و حکومتی است. از ساختن بقاع چند صد میلیون دلاری، این آمارها رو من دقیق خدمتتون عرض میکنم، آمارهایی است که خود مقامات، یه ستادی هست در عراق که این کار رو انجام میده، همش هم از جیب ملته. این که میگن افراد خیری هستن کمک میکنن، ما هیچ خیری در ایران سراغ نداریم، اصولا بیزینس در اون حد نیست که بیاد مثلا چند صد میلیون دلار هزینه کنه یا چند ده میلیون دلار برای ساختن یک صحن عظیم سرمایه گذاری کنه. چون اینا همش بودجه های دولتی است، پول مردم هست، غصب میشه، به تاراج میره و صرف ساختن مقدمات و زیرساخت های امپراتوری شیعی داره میشه در کربلا و نجف و سامرا و شهرهای دیگر. اینا غیر از اون سرمایه گذاری دیگه هم میکنن، در هتل سازی، در انواع خدماتی که در واقع پشتیبان این گونه ماجراها قرار هست قرار بگیره. بعد اصلا وقتی ما صحبت میکنیم از مراسم دولتی، بحثی نیست که یه عده از مردم تو اینا شرکت میکنن، معلومه یه عده شرکت میکنن، مثل همین جشن قدیری که در تهران را انداختن. نمیشه به اون عنوانی که یه عده از مردم در این یه مراسمی شرکت میکنن اونو مردمی دونست. اینا 100% دولتی است، مدیریتش دولتی است، تدارکاتش دولتی است، منابع مالیش دولتی است، پیام‌هایی که انتقال میدن همه دولتی است. ما وجه مردمی از پایین به بالا یا داوطلبانه یا مدنی در این حرکت نمی‌بینیم. شرکت کنندگان صرفاً از امکانات حکومتی برای یک سفر زیارتی که در هر موقعی میتونه اتفاق بیفته استفاده میکنن. طبیعی است، شما ارزون میدید، اتوبوس مجانی را میاندازید، یه دیمیان و از این امکانات استفاده میکنن. اینا هیچ حرکتی رو مردمی نمیکنه. حکومت در ایام ما قبل اربعین از همه امکانات کشور برای برگزاری این راهپیمایی استفاده میکنه، چون صحنه قدرت نمایشه، یک نمایش قدرتی است در سطح منطقه. نکته چهارم، حکومت در اربعین دولتی از عشق برخی از مردم به حسین و اهل بیت برای پیشبرد برنامه‌های سیاسی خودش سوء استفاده میکنه، نه اینکه استفاده میکنه. درست عین سالهایی که آقای خامنه‌ای روز عید میرفت مشهد اینجا سخنرانی میکرد، خب یه عده هر ساله میرفتن، آقای خامنه‌ای این جمعیت رو مصادره کرد به نفع خودش که اینا برای سخنرانی من اومدن. جت ببینید چه جمعیتی در صحنه کذا نشستن. این سوء استفاده بود از حضور مردم در یک محل مذهبی برای مثلا یه مراسم خاصی. و نکته پنجم، راهپیمایی اربعین فقط یکی از پروژه‌های برنامه سیاسی حکومت هست برای برساختن حکومت جهانی شیعه. این برنامه 4 تا ذیل داره: یک، تربیت صدها هزار طلبه و مبلغ و مدرس در کنار تأسیس ده‌ها هزار مسجد و مرکز اسلامی در دنیا برای شیعه سازی و بسط حوزه نفوذ. نمونهش همین جامعه المصطفی که 50,000 طلبه داره و 30,000 فارغ التحصیل. دو، ایجاد شبکه جهانی از مبلغان و تریبون‌ها که فضای عمومی رو در دنیا در شهرهای مختلف در دست بگیرن. در امریکا نمونه‌های زیادیش هست که من میتونم شما رو سراغ بدم، ده ها مسجد که توسط بنیاد علوی ساخته شده و امکاناتش هم همش از جیب مردم ایران هست. سوم، راه اندازی میلیشیاهای ایدئولوژیک برای بست نفوذ نظامی و امنیتی، حالا در سوریه، در لبنان، در یمن، در جاهای دیگه. و چهارم، شکل دادن گرد همایی های جهانی شیعی در برابر مناسک حج و برنامه های کلیسای کاتولیک. همین داستان اربعین رو اینها به نظر من در برابر داستان حج را انداختن. در حج خب سالانه حدود 3 میلیون نفر شرکت میکنن و خب این یک امتیازی است برای خاندان سعودی. اینها میخواهند که در برابر اون یک مغازه بزرگتر باز کنن. همیشه هم ادعا بوده که 20 میلیون 25 میلیون دروغ‌های عظیم. اصلا امکان نداره شما 25 میلیون جمعیت در یک دوره رفته باشن. با توجه به ارقامی که اینها میدن، حتی اگر از ایران هم 5 میلیون رفته باشه، از مجموعه کشورهای دیگر هم فرض کنیم مثلا 3-4 میلیون از بحرین و سعودی و پاکستان و افغانستان رفته باشن یا و لبنان، عراق ظرفیت 15 تا 20 میلیون جمعیت زائر رو نداره.
چون شما جمعیتش بوده 60% شیعه هست، اگه قرار باشه که 15 تا مثلا 18 میلیون عراقی در اون مراسم شرکت کرده باشن، از کودک نوزاد تا پیرمردهای 60 ساله باید بلا استثنا در اون مراسم شرکت کرده باشن، چون جمعیت عراق جمعیت 40 میلیونی بودن داره، 60% میشه بوده 24 میلیون که شیعه هستن. امکان بسیج چنین جمعیت شیعه‌ای در عراق در جمعیت 18 تا 20 میلیونی غیر ممکن هست. دروغ‌های عظیمی در این مورد متاسفانه گفته شده، همچنان که در زمین‌های دیگر همین‌ها دروغ بسیار گفتن. اما سه نتیجه گیری آخر، اول اینکه دینداران سنتی برای حفظ دین خودشون و آیین‌های خودشون باید این اربعین دولتی و پروژه های بست امپراتوری شیعه رو باهاش مخالفت کنند، وگرنه به حساب اونها هم گذاشته میشه. دوم، شیعیان باورمند نمیتونن هم ادعای استقلال و دینداری داشته باشن و هم در این مراسم شرکت کنن، از منافع توزیع منابع عمومی در دست حکومت شیعی برخوردار بشن. این سفرها در چارچوب شرعی و مذهبی همه اینها حرام هست، چون از جیب من و دیگران، همه کسانی که خلاصه خودشون شهروند ایران میدونن، از جیب افراد برداشته میشه و در جیب اونها ریخته میشه. و سوم، فرایند انقلاب دینی موجود در جامعه که حالا در یه سطوح دین گریزی است، در یه سطوح دین ستیزی هست، نوید اگر به همین شکل پیش بره، نوید آینده خطرناک برای همه نهادهای دینی شیعه هست که به نحوی به حکومت وابسته شدند.